آب ما تشنه است. قرارگاه تاکتیکی ارتش عراق. یلا انزل بسرعه. یلا 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 یلا. خلش ما هو مفهوم. يلا يلا بسرعة. يلا 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 بسرعة. از آرقام یه طابق عب میانم را
هزن احنان یا سیدی یا هو عمر کن تق تقونه نما سيدي هذا موجي ما يفهم شيء دیگه چرا هاجمو تو باید به همه بچه ها رویه بدی گریم به خاطر خودم نیست گریم به خاطر بچه هم به همه زودی دل تنگ شده دلم از این مصفیزه که بچه هم در جلو چشمام جون میده بچه هم همون که رو برنگ کرده مسعود ماله کشتن
کشتن قبول باشد کشتن ارتش عراق استخبارات اول میرم یا ارمان زمان دنبال کسی هستیم که این پلاک تو گردنش بوده
اینه که دیگه عراقیارم نمیبینم. چیزی میخواستی بگی اتا؟ فکر کنم از اینجا به بعد بازجویی ها شروع بشه. میخواستم بگم یه جاسوس بین ماست. جاسوس؟ از کجا میدونی؟ فکر میکنه اون نوجوانو کی کشت؟ عراقی ها؟ اگه شیشه های عینکم بود میگفتم کیه. اون بسیجی قبل از مرگش به هم نشونش داد. اگه نشونیاشو بده پیداش میکنم. نشونیاش؟
اگه بگم لباس بسیجی داشت و ریش تمومه، من یه لحظه بیشتر ندیدمش مامان. علی میدن؟ ساکت؟ اینجا فقط به دیوانه علی میدن، به تو نمیدن. تو خیلی روشنی اینی ساوچی ها عشقو همون جونجا نشسته. یلا شما باید منصور قاسمی را به ما معرفی کنین، کل شقی کنین، پوست این اسیر رو جلو چشمتون میکنم. این کار رو تا صبح ادامه میدم، انقدر پاشو میفشارم تا یکی از شماها به حرف در بیای.
کار همه رو مشکل میکنی، کار خودتو از همه بیشتر. اونقدر کتک خورده که جونی برات نمونده. تا کی میخوای ادامه بدی؟ اون حق دارم چون موجیه، حالش نیست. ولی ما چی؟ مگه این قاسمی کیه که باید اینقدر واسش عذاب بکشیم؟ اطلاعاتش مهمتر از خودشه. عراقی‌ها دنبال اون اطلاعات هم. میگن یکی از فرمانده‌های برون مرزی سپاه بوده. آره، اگه لوبره جشن عراقی هست، هرچی تو خاکشون ضربه خوردن از امثال قاسمی بوده. اونا واسه شناساییش یه جاسوس بین ما گذاشتن. یه جاسوس؟ فکر میکنی کی باشه؟ من به همه مشکوکم، حتی به تو، حتی به این. میتونه این موجبازیاش هم کلک باشه. پس چطوره همه رو چک کنیم؟ این یکی رو خودم تست میزنم. ای با تو هم میخوام بدونم اسم چیه. دلم گرفته. اسم من غفوره، سید غفور. غفوره دلو دلو در چی گرفته؟ بلدی آواز بخونی؟ آره، بیا جلو، بیا تا برات بخونم. کی گفته من دروغ میگم؟ کی گفته مناظری؟ من نگفتم. بله چرا؟ مگه نیستی؟ شاید! شاید؟ دروغای چارسون و بچتون، ستون هفتم تا یازده همه دشمن، اونا اسیرن! باید کمک کنی طبیع و سر رو برسونی به جهنم. چه سمه دبره؟ این دستور فرمانده ایه. میفهمی چی میگم؟ آره. حالا اگه بلدی بخون. باشه، میخونم، ولی به شرطی که خوب گوش بدی. ببین، من حواسم جمع، این که از حرفای من چقدرشو میفهمی نمیدونم، ولی امیدوارم اونقدر که لازمه حالیت بشه. یه جاسوس بین ماست، همه به تو مشکوکن. وای به اون روزی که حرفاشون درست در بیاد. وای به اون روز، اون روز منم که موجی میشم، موجی میشم و میزنم به سیم آخر، سرتو میذارم رو سینه. حالیت از خونتون بیرون میاد آی آدم آی آدم منو. عراق، شهر بصره.
خیلی خون ازم رفته، دیگه فکر نکنم دووم بیارم. فاتحه هم خونده است. اگه تو این حال اسم تو لو بدی، یعنی فاتحه خیلی خونده است. منو یادت نمیاد؟ منم هادی، برادر زینت. زینتو چی؟ آخرین باری که مجبور شدی یادته؟ چی کار میکنه؟ این یکی رو از من بپرس. وقتی خانم دکتر شنیدن که حضرت عالی مجذور شدین، ها رو توی کفش کردن تا خط بیام. هر چی گفتم کوتاه بیا همشیره، میارمش بهتاری تو چادر خودت بهش برس، خودت مداواش کن، تو گوشش نرف که نرف. اینم آقا منصور سور و مرو گنده. شلوغش نکن هادی، بادم جونه بم آفت نداره. این بار چرا آقا من شانس بیاری دو ماه رو شاخشه، مهمون تهرونی. تیر عراقی ها اخیرتر از اونه که بخواد دو ماه زمین گیرم کنه. خواهش میکنم منصور، شوهر رو بذار کنار، بستگی به حالت داره. یه تیر به نفع آبجیمون زینت خانوم. فرصت خوبی ها آقا منصور، دوران نامزادیش تموم بشه و به اسارت تحویل. تو به این میگی اسارت؟ چه جورم؟ از اون اسارت هایی که امیدوارم هیچ وقت روی آزادی رو نبینی. بغداد، پادگان ارتش عراق. طلحه یا زبیر، انزع رجلك. باشه.
نه دنبال چی میگشتم؟ دنبال کسی که یه انگشت پاش قطع باشه. منظورتو نمیفهم. ما رفیقم عطا بین بچه‌ها شایعه کردیم قاسم یک انگشت پاش قطع شده. ما خواستیم ببینیم کسی براقی آخه برمده یا نه. نقشه خوبی بود، اما تنهایی بشینه که یکی از بچه ها پاشو از دست داد. خدای سرش شکافته، مهم نیست. ببینم بچه کدوم لشکری؟ حضرت رسول. آه تبت رفته بالا. کاریش نمیشه که، باید ساخت. نباید دست رو دست بذاریم. من داد میزنم، هرچی باد باد. قفو کار دست خودم بیا. جهنم کلی شد حرف. ببین مرشد، تو بچه کدوم لشکری؟ قربون گنبد تلاش. از آقا امام رضا بخوا که خودش کمک کنه. فقط دعا کن، دعا. آهای با شمام، یکی بیاد اینجا. با شمام لعنتی ها، یکی از بچه همون داره جون میده. با شمام لعنتی ها، یکی بیاد اینجا، یه دکتر بیارین که زابط ها. الموت صدام، الموت صدام. اون حالش خرابه، داره میمیره. منم باش میام. شیر بزنیم. به تبریک میگم، خوب پیش اومدی. همینطوری پیش بیای ممکن است لو بری. کدوم عراقی عقلش قد میده که یه موجی به هم ریخته فرمانده بزرگی به اسم قاسمی باشه؟ ها برو حتما تعجب میکنی چطوری شناختمت. ولی دهن همه مثل تو محکم نیست. مثلا برادر زنه زنه برادر زنه. غریب نیستیم که. برو خواهیم شو، برو خواهیم هنده بچم. آره نه گفتم که آقا اینجا. همه گوش کنن، ممکنه بین ما کسی باشه که تحملش تموم شده باشه. کسی که تحملش تموم بشه به خودش حق میده با عراقی ها همکاری کنه. یه نفر بین ماست که واسه عراقی ها خبر میبره، شاید هم یه جاسوس باشه. ولی حدس من اینه که اون یه رزمنده بریده است. هر کی از خودش بلند شه، بسیجی باشه، آمد اقرار داشته باشه. باید هیچ کدوم از ما قاسمی رو نشناسیم، ولی باید همه قسم بخوریم نذاریم لو بده. بسیجی کسی نیست که هم رزمشو بفروشه. بسیجی به اندازه همه عالم غیرت داره. ولی من مطمئنم که اون یه بسیجی نیست، اون یه منافقه. محکم حرف میزنی. آره چون میشناسمش. خب معرفیش کن، اون کیه؟ باشه معرفیش کن. بوم اونه که دنبالش این اینه. خوب نگاش کنی.
خوب نگاش کنین. من میدونم واسه چی اومده. گول خور بازیاشو نخورین. تو غریب نیستی. همش رد کن کنیه. همین که قاسمی رو بشناسه خول بازیاشم تموم میشه. تو غریب نیستی. من مطمئنم. مطمئنم که قتل اون جوونم کاری این نامرده. خود دانید. خون کثیف این نامرد نباید به گردن یه نفر بیفته. باید همه تو کشتن شریک باشن. ببندینش پستتون. داد! جمع امام رضا! قربون غریبی! بیاین! بیاین جلو! گوشت قربونی میخواین؟ من! به منو بزنین! بیاین جلو! به منو بزنین! قربون غریبیتون برم! قربون باهاتون برم! قربون دستاتون برم! به منو بزنین! به منو بزنین! نرمه اولو من میزنم! بیا قربونت برم! قربون معرفتت برم! بیا بزن! بیا بزن! بزن! خواهش خوربون اون دستت بزن تو هم بزن بزن اینجا منم خاطی خوش انسان چطور یادت نمیاد؟ چرا باید همه چی از یادت بره؟ چطور بهت بگم؟ چطور حالی کنم؟ باید زنده بمونی. تو عراق یه نفر منتظره، کسی که خیلی دوستش داره. شب دامادیت یادت نیست؟ قرارتون چی بود؟ زندگی من هم سال من پر از تیر و ترکش، رفتن و نیومدن، اسارت، شهادت یا مفقود شدن، همه اینها عین سایه هر لحظه کنار منه. بلی شما باید رضایت به احتمال همه اینها باشه. شما چی؟ اجازه میدین در تمام مراحل در کنارتون باشم؟ هنوز جواب منو ندادی. آیا وکالت دارم؟ بله. مبارک باشه. سلام.
تقریب عرض میکنم. خیلی ممنون. زنده باش. تبریک میگم. خوشبخت باشی. خیلی ممنون. خوشبخت باشی انشالله. مبارک باشی انشالله. تبریک عرض. مبارک باشی انشالله. تبریک گفتی ممنون. دیدی گفتم بالاخره اسیر میشی. نازنین. این از کنار قلبت در آوردم. هدیه ازدواجمونه. دلم میخواد همیشه رو سینه‌ات باشه. سلامتا. برات چشم روشنی آوردم. توی مرشد معلوم از کجای مومه؟ آخ چی شده؟ چیز مهمه نیست. زیر هشت عراقی ها بودم. یه دست به سر صورتم کشیده. خواستن قاسمی رو معرفی کنم. حالا چشم روشنی چی هست؟ یه چشم ناقابه. پشت اتاق بازجویی از یکی از به چه ها گرفتم. شیشه راست شوردشم برای شما، چپشم با شما خودش. جنازه اینه که تست؟ آره. کور رفتم که. حالا دوست داری اولین نفره که میبینی کی بشه؟ اول عکس بچم، بعدش هم اون نامردی که نباید بین ماها باشه. أغف على الصف منظم سكتوا انشبوا تنسين نامرد پیداش کنی هنوز نه ولی بالاخره میشناسمش. Thank you.
برم. يلا يلا بسرعة يلا تعال واحد يلا اثنين يلا بسرعة عجلوا ثلاثة يلا الساعة أربعة بسرعة يلا الساعة خمسة يلا الساعة بسرعة ستة سبعة اطلع عطا رتبه امدادگر منصور قاسمی رو میشناسی؟ نه قاتلو چی؟ آره کیه؟ منصور قاسمی به تو که گفتی اونو نمیشناسی؟ آره ولی مطمئنم کار اونه. از کجا مطمئنی؟ اون بیچاره تصمیم داشت معرفیش کنه ولی قاسمی نذاشت، قبل از اینکه حرف بزنه اونو کشت. این داره از کجا میدونی؟ از خود مقدور شنیدم. تو اونو میشناختی؟ آره با هم توی یه گردن بودیم. مطمئنی؟ حاضرم قسم بخورم میدم پوستتو بکنن. تو با نیروی ما توی گردن بودی؟ اونی مجاهد بود. خودش گفت منو میشناسه. چند بار بهش گفتم مومن به جا نمیارم، که بزرگان نبایدم به جا بیارن. قاسمی رو نشونه داد؟ قرار بود، گفت مطمئن که شدم. بیرون بیرون. شیر خدایی. چند تا اسم داری؟ غفور یا شیر خدایی؟ غفور شیر خدایی. درجه امدادگر. یه امدادگری نشونت بدم که صد تا امدادگر دیگه هم نتونن کمکت کنن. تو کسی که کشته شده میشناختی؟ از چرا کشتیش؟ من نکشتم. از کار کیه؟ منصور قاسمی. همه میمویم. میشناسیش؟ میشناسیش؟ نه. Oh.
اسم؟ سلام. اسمت چیه؟ شرمنده. شرمنده اسمت یادات؟ یا به میگن دیونه. تو هم همینه صدام کن. میدونم تو پروندت نوشته. پروندم سیاهه. نگی قاتل کیه؟ روزگارت هم سیاهه. خب من که قصد داشتم بکشمش. ولی کشتیش. من فقط پولش دادم. چرا؟ خب اونم من هول داد. از کجا هولش داری؟ یادم نیست. خب فکر کن. خب فکر کن. خب طبقه چهارم بود یا چهاردهم؟ من روزای هفته یادم نیست. مزخرف. مزخرف؟ بیرون. بغداد، اردوگاه اسرای ایرانی. سروالا الان جلوی شما 15 اسیر جدید به صف ایستادن. شاید کسی پیدا بشه که یک یا دو یا همه اینها رو بشناسه. من از کسی که این خوششانسی رو داشته باشه میخوام که بدون این که بقیه اسرا بفهمن اونا رو به ما معرفی کنه. و مهمتر از همه اسیری به نام منصور قاسمی. به احتمال زیاد یکی از این 15 نفر منصور قاسمیه. معرفی اون بزرگترین پاداش ها رو همراه داره و عدم معرفی مساویس با قطع شدن آب اردوگاه. کافیه. سرافین. طب وانا استراحوا. هذا فندق. حالا دیگه موقع تصفیه حسابه. این بهترین فرصتیه که منتظرش بودم. فرصتی که با تو تنها باشم و جون همه بسیجی ها که نمیذارم از این سلول زنده بیرون بری. خون تو با دستای خودم میریزم. چرا کشتیش؟ چرا کشتیش؟ چرا؟ با تو هم چرا؟ چطور دلیم؟ ای غفور معلوم اونجا چه خبره؟ چرا؟ چرا؟ ای خدا! ای خدا! دارم دیوونه میشم! دارم داره میترکه! ای خدا! خفت میکنم لعنتی! خفت میکنم لعنتی! دارم لعنتی! خفت میکنم! تو داری میکشیش! ولش کنم؟ من میدونم اون بیچاره رو توی توالت کی کاش؟ من میدونم اون بیچاره کی بود؟ من دستای کثیف خونی این نامرد رو دیدم! منم دیدم دستای کثیف اون نامردی که حقش بود همونجا کشته بشه. من اونو شناختم. گردن این بیچاره رو ول کن تا برات توضیح بدم. من جنازه اون لعنتی رو دیدم. درست همونه بود که پسر قبل از شهادتش به هم نشونش داد. اونا بچه یه محل بودن. میگفت دوست برادرم بوده. من مطمئنم که کشته شدنشم کار اون بوده. میفهمی؟
نباید بذاریم بچه ها به جون هم بیافتن. چیز مهمی نبود. غفور به این پسر موجیه مشکوک شده بود. دلم میخواد ببینم بچه غفور چی شده؟ میخواستم اون همونه که تو سلولته بیارش اینجا. باشه. هنوزم نمیشناسی. دیگه مهم نیست. فقط میخوام نگات کنم. سیره سیر ببینم بده. این آخر بده. دیگه نمیخوام بشناسی. فقط میخوام دستتو بگیرم. دستتو بده به من. خواهش میکنم. دستتو بده به من. دستتو بده به من. بکشن اگر برای چی موندی اینجا؟ آقا منصور وقتی شما رفتید جلو بیستیم پیغام داد که منصور منصور جان بچه ها پشت آب موندن سعی کنید خط رو حفظ کنید. هدی یک کمک رو ببریمش. بودو شما باید یه عقب. اگه اینجا کسی نمونه تانکا با بچه ها میرسه. ولی من نمیذارم این بربر خاموش بمونه. من اینجا میمونم. برو عقب زود باش. یه دستوره. بچه ها مقاومت کنن. عراقی ها پلو زدن. بچه ها زدن به آب. سعی کنید خط نشکنه. Thank you.
آخرین گروه داره تخلیه میشه. تا چند لحظه دیگه میتونی بچه ها رو بکشی عقب. منصور جان تبریک، بچه ها نجات پیدا کردن، حالا دیگه میتونی راحت باشی. زدن ریش اجباری کوتاه کردن مو اختیاری. حالا بسم الله یکی از آقایون بیاد بشینه اینجا تو خوشگلش کن. سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی، که ما هم در دیار خود سری داریم سامانی. ما چند وقت اینجاییم؟ کوتاه کردن ما یعنی تموم شدن قرنطینه. قرنطینه از یه هفته شروع میشه تا یه ماه. شما هفت روز اینجاییم. شما چند وقت اینجایی؟ ناقابه شما بینید تو 8 روز، من میرم تو 5 سال. اون چشه؟ موج زده به سرش، فعلنم با دلش زنده است. میگن یه آدم مهمی بین شما هست. اون دیروزی ها میگن از استخبارات اومده دم واسه شناساییش. یه نفر داره از این جهنم خلاص میشه، یه نفر داره میره بهش. دوست تو میگن حالش خرابه، داره جون میره. اومدید با آسایشگاه عشقی ها.
جرمتون چیه؟ کلا سر کسی گذاشتین؟ برداشتین؟ نکنه کلا سرتون گذاشتم؟ برداشتم؟ چی سکرمه هاتون تو همه؟ میکم؟ تو این جمع کسی بده کار آقایونه؟ بده کار چی کار چی؟ تو رفتارت با عراقی ها بهتر از این هاست. گور بابای عراق و عراقی از این توفه ها بپر. خیال کردن تارا تنبکمون از دل خوشمونه. بس میگه ازنیم میپوسیم، نخونیم میمیریم. دنیای زندونی دیفاله، همیا زندونی از دیفال ویزاره. کافیه. حالی تو چی گفت؟ این جماعت که میبینی اکثرا تو دریا سیر شدن، لنچ داشتن و جنس رد میکردن. حاجیت هم که میبینی راننده کامیون بودم که اسیر شدن. حوصله یه بگو مگو با تو هم ندارم. دست تو بکش. نکشم. میخوای چی کار کنی؟ خودم میزنم کنار. اه؟ آقا رو بزن بینام. این سوت که بالا تو میزدی؟ ای مشتی، از تو معرفته؟ خودمون باید به خودمون خوش آمد بگیم. ای که مصبه تو شد. باشه، میگیم خوش آمدی آقا قلا. فرما بشین. دلم لک زده و سیاستم نفه یاس بیم چای دا. اجازه بدین میگم پپسی کولا براتون بیارم. سونو و فانتا چی؟ عوض نکردین؟ هی گارسون بیا اینجا. ده بجم. هی گارسون با تو هم. آقا تشنه. خوشت اومد؟ نه جون من، خوشت اومد؟ جون هرچی مرده تو فقط لب در کن. بچه های زهرا تشنن، آب فراتو بستن، تو میتونی بازش کنی؟ قربون بی بی بشم با بچه هاش. تو معلوم از چی داری میگی عشقی؟ نکنه منظورت بچه های اردوگان؟ من تو رو میشناسم، من تو رو یه جای دیدم. تو چقدر آشنایی پسر. بایسته بینم. Sure.
خوش بیای میفهمی؟ عروقی دارم به ما میرسم خونک شدیده تو باید به خوش بیای یا زهرا یا زهرا تو باید خودت بلنشی من این عراقی ها بو نبردن آره ولی دیر یا زود میفهمن همین که بفهمن جنازه شو میبرن نباید بفهمن باید جنازه شو نگه داریم تا فردا چرا باید این کارو بکنیم؟ برای آخرین وداع این رسم بچه های اردوگاست چرا فردا؟ تاریخ از دست در رفته تا میدونی فردا چه روزیه؟ عاشوراست توجه اینجا یک اسیر زن تو چنگ ماست زن منصور قاسمی در باز کنین و الا شکنجه میشه شما فقط 5 دقیقه فرصت دارین که تسلیم بشین تو باید داد بکشی قاسمی رو صدا بزن منصور اگه به این مسخره بازی ادامه بدین این زن زیر شکنجه کشته میشه باید تسلیم بشیم نباید بذاریم به اون زن توهین بشه ظاهرن چاره ای نیست
توکل به خدا. میریم بیرون. دیگه تنها نیستی، موج امام حسین همه رو گرفت. بایسته که نه، شما نباید برید بیرون، اگه برید میکشنتون. واسه شما چه فرقی میکنه؟ هی ما میخوایم بیایم بیرون. اگه چوب تو سری یکی از اینا بخوره دیگه منصور قاسمی رو نمیشناسم. توقفو. بازی خوبی بود ولی دیگه تموم شد. از امروز همه آب دارن. این زن به اکثر اردوگاه ها برای شناسایی شوهرش رفته و حالا نوبت اردوگاه ماست. اگه شما شانس بیارین و شوهر این زن یعنی منصور قاسمی بین اسرای جدید این اردوگاه باشه، یعنی پایان 7 روز تشنگی، اون وقت شما میتونین مدیون این زن باشین. اون قراره با شجاعت خودش به تشنگی 7 روزه شما پایان بده. ابدو. سرای جدید یک قدم بیان جلو. ببین بین ایناست. هیچ کدوم؟ اسرای جدید فقط شما این؟ جنازه یه نفرمون تو آسایشگاه است. محکم باش خواهر، دشمن نباید از ما رو ببینی. محکم باش منصور، میخوام باهات حرف بزنم. میدونم که داری میشنوی، میدونم که داری نگاه میکنی. 6 سال منتظر همچین روزی بودم، روزی که ببینمت باهات حرف بزنم. توی این مدت با هیچ کس حرف نزدم، درد دلم رو به هیچ کی نگفتم. دیگه نمیتونم. حالا میخوام بهت بگم خوش اومدی.
6 سال برام هدیه آوردی؟ انتظار داری قبول کنم ها؟ بگو چرا ساکتی؟ آخه یه چیزی بگو، یه حرفی بزن، بگو با این هدیه چی کار کنم؟ بگو، بگو این قوم عشقی ها چی به سر دوردن؟ بذار ببوسم، بذار این زخم پیشونی تو ببوسم. کافیه، بلند شو. بازی دیگه تموم شد، حالا نوبت پرده آخر نمایشه. همه گوش کنن، ما دوست داشتیم شوهر این زن فرمانده افسانه‌ای شما رو زنده ببینیم، ولی انگار شانس با اون بود، چون اگه زنده شناسایی میشد روزی 100 بار مرگش از خدا میخواست. ولی من با جنازش کار دارم، هر کی مایل آب بخوره آب دهنشو نثار این مفلوک بکنه، اون تشنه جون داده، باید یه جوری سیراب بشه. حالا کی حاضره؟ کسی حاضر نیست؟ امروز عاشورایه، هیچ که حاضر نیست آب بخوره. اگه این کارو نکنین دستور میدم چادر از سر این زن بکشن. من اون زنو میشناسم، به ولای علی اگه یک مو از سر اون زن کم بشه به ناموس زهرا این اردوگاه رو به آتیش میکشم. کسی حاضر نیست؟ تو حاضری؟ به شرط اینکه احترام بذاری. به زوری زهرا، دختر پیغمبره، سیده است، بی احترام داره. احترام بذار. اگه احترام بذارم این کارو میکنی؟ آره. احترام. Thank you.